بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا درود و سلام به شما مردم دوست داشتنی به شما مردم با فرهنگ شما مردم با معرفت و امروز اتفاق افتاد چقدر خدا خدا میکردیم چقدر از ته دل منتظر امروز بودیم و امروز اتفاق افتاد در شهرمون استادمون قلبمون قرار جایی تنفس بکنیم از امروز در این خیابان که صدایی که سالیان ساله مثل حواس برام مثل جان این صدا امروز مملکتمون داغ داره امروز دلتنگ میخوام یک فایل صوتی پخش بکنیم که بشنوید که بگم چقدر این بار جاشون از ته قلبمون خالیه بریم بشنویم تا انشالله آماده میشه امروز اینجا هستم دوستان لطفا راه رو خالی بکنید تا سرکار خانم ابتهاج به جمع ما اضافه بشن و خودم و خانواده به همه شما تسلیت میگم و این روز رو که با هماهنگی های خیلی زیاد موفق شدیم که این امانتی رو به این سرزمین بازگردونیم از همه شما سپاسگزارم از همه کسانی که ما را همراهی کردن و این راه رو با ما همراه شدن فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت دیدیم که از این جمع پراکنده کسی رفت امروز اون روزی هست که من سالها در نگرانیش بودم هیچ تصوری نداشتم ولی امروز اینجا ایستادیم همراه هم تا لحظات دیگه
پیکر شریف پدرم رو سایه رو به این خاک به امانت می‌گذارم. سایه با زبانش، با شعرش حرفاش رو به ما زده، هیچ حرف اضافه دیگه نداشته، همه حرفاش رو با این اشعار درخشان به ما منتقل کرده و امیدوارم که چه من، چه خانواده، چه همه مردم این پیام‌ها رو به گوش جان بشنویم، بخوانیم و در تمام لحظات زندگیمون با اون همراه باشیم. به اعتقاد خودش بارها این رو گفته بود، کسی که با مردم با صداقت و صمیمیت صحبت میکنه مردم قدرش رو میدونن و پاسخش رو میدن. امروز روز بزرگی برای همه ما ایرانی ها، با بازگشت سایه به وطن، آرزویی که همیشه داشت، بارها در سفراش رفته برگشته به خاطر خانواده در دوری از ایران و امروز خانواده سایه رو به وطن برگردونده، آرزو داره که در این خاک همونطور که خودشون خواستن به خاک سپرده بشن و این امانت رو ما به شما می سپاریم. امیدوارم که به هر شکلی که میتونیم پاسدارش باشیم و در غیاب ما به این خاک سر بزنیم. من نمیدونم چه روزی از رشت برمیگردم به تهران. برادر من فردا، برادر دیگه هم ممکنه پس فردا برگردم به تهران، لوازم آلمان بشم. من هم به هر حال باید برگردم، ولی از شما خواهش میکنم هر کدوم از شما امکانی دارید بر سر این مزار حاضر باشید، فراموشمون نکنید و با کلام خودش، با کلام شعر، با اون چیزی که تا دقایق آخر زندگیش با شعر موند و دائما تحسین شعر شاعر از زمان رودکی تا امروز رو داشت، در واقع با همون زمان، با همون میراثی که به ما رسیده، شما همون رو پاس بدارید و به آیندگان بسپارید. امروز نگاهی داریم به گذشته و نگاهی داریم به آینده، فرزندانی که در آینده خواهند بود و شعر سایه رو چه در این شهر، چه در این سرزمین، چه در هر جای جهان به زبان زیبای فارسی ما خواهند خواند. من وقت شما رو بیشتر از این نمیدینم و از آقای جلالی خواهش میکنم، احمد جلالی که نماینده زمانی نماینده ایران در یونسکو بودن، خواهش میکنم که چند کلمه صحبت کنم. ممنون. سلام و تسلیت دارم. بفرمایید. خانواده سایه، ما همه به سادگی میگیم سایه، نمیگیم استاد ارجمند سایه یا حضرت آقای ابتهاج، برای اینکه خودشون میخواستن که با سایه، با همین کلمه سایه شناخته بشن. اینجا جای سخنرانی نیست، مردم تشریف آوردن، ولی من میخوام به
به عنوان یه علاقمند سایه ایران و فرهنگ و ادب ایران عرض کنم به مردم عزیز این شهر که در آخرین بیماری سایه عزیز وقتی نام این شهر مطرح شد ایشون چه عکس‌العملی نشان دادن. خب مدتی پیش که بیمارستان بودن مؤدبانه نبود که صریح از سایه پرسیده بشه که تو نهایتاً می‌خواهید کجا آرام بگیری، ولی آقای دکتر سام که اونجا بودن باهاش صحبت کردن و این فیلمش هم وجود داره خیلی با ظرافت گفتن شما توجه کنید مردم عزیز، گفتن ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن بت عاشق خوش عیار کجاست، از سایه پرسیدن و کجاست که زیارتگه رندان جهان خواهد بود. و سایه میگوید که رشت شهر خودم. یا دقیق‌تر بگم یعنی ایران. بعد دکتر سام میپرسن که کجای ایران، رشت شهر خودم. و برای کسانی که این سعادت رو داشتن که او رو ببینن، بنده هم این سعادت رو مدتی داشتم، وقتی از این شهر سخن میگفت و دورانی که اینجا پرورش پیدا کردن، خب حال هوای دیگه داشت. شما میدونید که یک کتاب سایه تاسیانه و یه لغتیست که شما به کار میبرید و امشب تاسیان سایه است، یعنی شام قریب آمه و اون شعر تاسیان رو هم در واقع شما همه امشب میتوانید بخوانید که او خطاب به پدر میگه که معنی هرگز رو داره معنی میکنه و شما هم با شعر او امشب میتوانید این شام غریبان رو خطاب به سایه بیان کنید. چون سایه مراز خاک برگیر، سخن خودش، چون سایه مراز خاک برگیر که اینجا سر آستانه از توست، پرتو بی پیراهنم جان رها کرده تنم، تا نشوم سایه خود باز نبینید مرا. چیزی گوهری که برای ده ها سال، برای قرن ها یکی از زنجیر دانه های زنجیر ادبیات و مفاخر بزرگ ایران زمین از رودکی تا اکنون، الان به این شهر این سلسله کشیده شده و به دست شما سپرده میشه. و میدانید که این سلسله همون بود که سایه رو هم به خودش کشیده بود، یعنی ادبیات ایران، و این الان یک ادامه این سلسله به دست شما خواهد بود. روز اول که سر، و همه ما به سایه میگیم که روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست. این باقی که سایه در اون خواهد آرمی به یاد میاره ما رو، که خودش هم از این باق خاطرها داره، به یاد ما میاره که چگونه هسته فرهنگ این کشور وقتی کاشته میشه، یک هسته وقتی کاشته میشه و میشکافه، باغ ها روان خواهند شد. این شهر فرزندی رو به وجود آورد و دانه ای رو کاشت در تاریخ فرهنگ و ادب ایران که این دانه وقتی باز شد باغ ها روان شد و ما همه
با هم به سایه میگیم ای که نهان نشسته ای، امروز از چشم ما پنهان خواهد شد. ای که نهان نشسته ای، باغ درون هسته ای، هسته فرو شکسته ای، که این همه باغ شد روان. این باغ محتشم نماد باغهای زیادی است که در تاریخ فرهنگ این کشور از زبان شعر سایه و فرهنگ و ادبیات ایران و مردم بزرگ و فرهنگی این شهر و این استان جریان خواهد داشت و خواهد شکفت. تعظیم میکنیم و بزرگ میداریم میراث سایه. سپاسگزارم. من تشکر میکنم از استاد و استاد جهاندار. من دعوت میکنم تا از صوتشون استفاده کنم. خیلی دوست داشت تو شعراش هم پیداست که چقدر اطلاع داره به زوایای به حساب آواز و موسیقی و اینا و گوشه های متعدد تو شعراش پیداست. وقتی تمام کردم یه مکسی کرد، یه مکس خاصی داشت، یه مکس میکرد، گفت که آقا من به شما حسودی میشه. گفتم چرا استاد؟ گفت دوست داشتم آواز بخونم. گفتم شما که شعره آفاقی. بعد باز یه مکس کرد، گفت که شعر تا یه جایی آدم راضی میکنه ولی دوست داشتم آواز بکنم. از همینجا درود بفرستید به روان پاکش. حالا اگر صدا راه بده و ذهن یه چند خط از شعر زیباشون براتون بخونه. Just
سپاسگزارم استاد دهباشی نازنین هم اینجا هستند و در اون چند کلمه‌ای برامون صحبت